قذافی دیکتاتور سرنگون شده لیبی در عملیات ارتش آزادی بخش ملی در شهر سرت کشته شد. ارتش آزادی بخش ملی لیبی شهر سرت دادگاه قذافی را به طور کامل تسخیر کرد. با کشته شدن قذافی مردم در سراسر لیبی از جمله در ترابلوس و بنغازی به جشن و سرور پرداختند و رزمندگان با شلیک‌های هوایی کشته شدن وی را جشن گرفتند. ابوبکر یونس وزیر دفاع قذافی نیز در این نبردها کشته شد. رسانه‌ها همچنین از کشته شدن معتصم یکی از پسران قذافی خبر دادند. همچنین محمود جبرائیل مقام دوم حکومت فعلی لیبی گفت خودروی سیف الاسلام پسر دیگر قذافی در شهر سرت مورد تهاجم رزمندگان قرار گرفته و متحواری شده است. یکانهای ارتش آزادی بخش لیبی با شدت بخشیدن به نبردهای خود طی هفته های اخیر بقایای قذافی در شهرهای بنی ولید و سرت را به عقب راندند و موفق شدند این شهرها را به طور کامل تصرف کنند. در همین حال ستون خودروهای باقی مانده بقایای قذافی که از شهر سرت به سمت شهر مصراته در حرکت بودند توسط جنگنده های ناتو بمباران شدند. بانکیمون دبیر کل ملل متحد کشته شدن قذافی را یک گام تاریخی و مرحله جدیدی برای گذار لیبی به دموکراسی خواند و گفت روند طولانی انقلاب باید فرصت و عدالت را برای تمامی مردم لیبی محقق کند. بانکیمون طی تماس با نمایندهش در امور لیبی بر ضرورت کمک جامعه جهانی برای شکلگیری یک لیبی دموکراتیک تأکید کرده است. هرمان فان رمپوی رئیس اتحادیه اروپا و خوز مانوئل باروسو رئیس شورای اتحادیه اروپا طی یک بیانیه مشترک اعلام کردند خبر مرگ قذافی نشان دهنده پایان یک دوره سرکوبی است که مردم لیبی به مدت طولانی از آن رنج بردند. در این بیانیه مشترک تأکید شده است مرگ قذافی نشانه پایان یک دوره استبداد در لیبی است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت این خبر میتواند نشانگر پایان سمبولیک عملیات ناتو در لیبی باشد. سخنگوی سناتور جان مکین عضو ارشد در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت سناتور مطمئن است که قذافی کشته شده است.